سلام، من جواد قرایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد میدونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم، زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. ایران جان ما به دلیل قرار گرفتن در بخش خاصی از کره زمین تبدیل به کشوری با تنوع اقلیمی بسیار زیاد شد و این تنوع کم نظیر اقلیمی باعث شد تا اقوام، فرهنگ، پوشش گیاهی و جانوری، معماری، موسیقی و چهره زمین و چشماندازهای طبیعت در کشور پهناور و بسیار زیبای ما تنوع زیادی داشته باشه و در بین 10 کشور پر جاذبه جهان قرار بگیره. اما این تنوع فقط به کل کشور عزیزمون خلاصه نشد، بلکه به برخی از استانهای ایران جان زیبا هم سرایت کرد و باعث شد تا تعداد جاذبه های متنوع این استانها نسبت به برخی از استانهای دیگه پیشی بگیره. هرچند با وجود جاذبه های گوناگون و بیشمار در این استانها، برخی از اونها در بین مردم ایران و حتی در بین مردم همون استانها بسیار ناشناخته باقی موندن و استان سمنان یکی از این استانهاست، استانی که جزو استانهای پهناور ایران محسوب میشه. استان سمنان به دلیل تنوع اقلیمی از فرهنگ‌های متنوعی برخورداره، اما مردم این استان با هر زبان و گویش و فرهنگ مانند تمام اقوام ایران از مرام و رسم با ارزش میهمان نوازی برخوردارن، به طوری که شاید زیباترین اندیشه و گفتار در مورد میهمان و میهمان نوازی ایرانی ها توسط یکی از عرفای بزرگ ایران که زاده روسای خرقان در بخش بسام شهرستان شاهرود در استان سمنان هست گفته شده. عارف اندیشمند بزرگ شیخ ابوالحسن خرقانی: هر که در این سرا درآید نانش دهید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چون کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نان ارزد. امروزه این گفتار زیبای بشر دوستانه شیخ ابوالحسن خرقانی به عنوان شعار ملی گردشگری میهن عزیزمون ایران عزیز شناخته میشه. دیدن بخشی از زیبایی های استان سمنان اشتیاق زیادی داشتم و سفرم رو از جایی شروع کردم که به دلیل نام ترسناکش شاید گردشگران تمایل چندانی به دیدنش نداشته باشن، اما اژدهاکوه جاذبه بسیار زیباییه که برخلاف اسمش بسیار جذاب و آرومه. کوه‌های رنگین کمانی در هر جای دنیا که باشن توجه گردشگرها و مسئولین گردشگری کشورها رو به خودشون جلب میکنن.
چرا که پدیده های منحصر به فردی هستن. این پدیده ها در کشور پرو، چین و سایر نقاط دنیا وجود داره و برای بازدیدشون سفرهای مختلفی طراحی میشه و البته هزینه ورودی از گردشگرها برای حفاظت از این جاذبه ها دریافت میشه. به عنوان مثال در پرو روزانه 1000 نفر از کوه رنگین کمانی بازدید میکنن. کوههای رنگین کمانی چین هم یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری این کشوره. اما کوههای رنگین کمانی ایران که نمونه‌هاش رو در استان زنجان و خراسان جنوبی یا سمنان میتونیم ببینیم، حتی برای مردم ایران شناخته شده نیست. و زمانی که صاحبان این جاذبه ها یعنی مردم ایران شناختی از اونها نداشته باشن، بیشک گردشگران خارجی هم اطلاعی از این جاذبه های زیبا نخواهند داشت. شوربختانه گاهی حتی نمونه های خارجی یک پدیده در ایران مشهورتر از نمونه ایرانی شه و این درد بزرگیه. در محدوده استان سمنان و شهرستان گرمسار یکی از نادرترین و کم نظیرترین پدیده های زمین شناسی ایران قرار گرفته. بر روی کوه نوارهای سرخ، سفید، قهوه‌ای و کرم رنگی وجود داره که به شکل امواجی دلربا خود نمایی میکنن. رنگهای گوناگون این نقش حاصل وجود چندین لایه خاکه که هر کدوم دارای عناصر ویژه‌ای هستن و به طور منظمی بر روی هم شکل گرفتن. این ساختار دیدنی از سنگ ماسه، شیل و سنگ جوش تشکیل شده. نیروها از دو جهت و همزمان وارد شده و باعث ایجاد چین‌های روی کوه میشه و به این پدیده در علم زمین شناسی چین مرکب گفته میشه. مردم محلی به این کوه کوه اژدها میگن و علت این نامگذاری هم به احتمال زیاد شباهت نوارهای سرخ و قهوه‌ای رنگ روی کوه به شکل اژدهاست. اوه بالاخره رسیدم بالا. من دقیقا الان بر فراز کوه اژدها هستم، درست بالای سر اژدهای کوه اژدها، و از مسیر اومدم که روی اژدها قدم نگذارم و باعث تخریب این کوههای رنگ کمانی کوه اژدها نشم. در باور برخی از مردم این منطقه اژدهای کوه اژدها در زمانهای خیلی دور با قهرمان اساطیری ایران یعنی رستم مبارزه میکنه و رستم اون رو میکشه و از بین میبره و در نهایت جسد اون رو بر روی دامنه این کوه اژدها پرتاب میکنه و این چهره خیلی زیبایی که میبینید از اینجا شروع میشه و تا به سمت پایین کوه میره و از دور شبیه یک اژدها هست. در باور خیلی از مردم همون اژدهایی که با رستم مبارزه میکنه و رستم اون رو از بین میبره و جسد اون رو پرتاب میکنه بر روی این کوه، و این نقشی که اینجا مونده در باور اساطیری خیلی از مردم نقش همون اژدهایی که در جنگ با رستم از بین میره. در هر حال اینها هم بخشی از افسانه های ما هستن و اون چیزی که دیدن این پدیده ها رو جذاب میکنه همین قصه هایی که پشت هر کدوم از جاذبه ها قرار گرفته و ما این پدیده ها رو با قصه هاشون میبینیم و میشنویم. این جاذبه ها توسط نیاکان ما تا به امروز حفظ شدن و حالا وظیفه ماست که برای آیندگان از این جاذبه ها و قصه هاش مراقبت و حفاظت کنیم.
اما پدیده کوه رنگی استان سمنان به کوه اژدها در حاشیه شهر گرمسار خلاصه نمیشه، بلکه رشته کوههای وسیعی در حاشیه گرمسار استان سمنان وجود دارن که حتی از کوه اژدها رنگین‌تر و خوشخط و خالترن. اما پیش از رسیدن به اونها در مسیرم بر روی صخره‌ها و کوههای بلند شمال گرمسار حضور کلبوزها و قوچ و میش‌های زیبایی منو شگفت زده کرد. رنگ رشته کوه‌ها و تپه‌های رنگی گرمسار پیش و پس از باران بسیار متفاوته. هر گردشگری در نگاه نخست به اشتباه فکر می‌کنه که این تپه‌ها و کوه‌ها توسط دست انسان ساخته شده و به این شکل زیبا و منظم رنگ‌آمیزی شده. اما حقیقت اینه که این کوه‌های رنگی همچون تمام زیبایی‌های بی‌نظیر و بی‌مانند طبیعت توسط دستان خالقی هنرمند و حکیم ساخته شده.
کوههای رنگی استان سمنان بسیار بکر، تمیز و زیبا موندن، چرا که علاوه بر مردم و مسئولین این استان، مردم استانهای اطراف هم از وجود اونها آگاهی ندارن. هرچند معدنکاوان به دلیل وجود نمک در این کوهها بخشهایی از این سرزمین رنگارنگ رو از بین بردن، اما آگاهی مردم و مسئولین این استان و همچنین آگاهی مردم ایران از وجود این جاذبه زیبا، اگر با تعهد، دغدغه، آموزش و حفاظت باشه، میتونه علاوه بر کارآفرینی و توسعه صنعت گردشگری باعث جلوگیری از تخریب بشه. تپه‌های رنگی گرمسار در هر ساعت از روز به شکل و رنگ خاصی خودنمایی می‌کنند. اما اوج شکوه و زیبایی این تپه‌ها که گاهی در میون دره‌هاش رودها و آبشارهای نمکی در جریانه، در هنگام طلوع و غروب خورشید نمایان میشه و هر بیننده ای رو شیفته خودش می‌کنه. علاوه بر اینکه این رنگ‌های پشت سر من توجه من خیلی جلب کرده و همینطور پوشش گیاهی خاص اینجا، یه چیزای دیگه هم هست که روی زمین ریخته و توجه من خیلی به خودش جلب کرده و اون این سنگواره‌ها و فسیل‌هایی که فوق‌العاده اینا یه دونه اینجاست. فوق‌العاده زیبا هستن و اینا عمرشون حدود 50 میلیون ساله و یکی دیگه از جاذبه‌هایی هستن که در بستر این فضای بسیار زیبا ریخته و خیلی زیباست. اما من راستش بخواید هر جایی که میرم شاید خیلی موقع از این فسیل‌های سنگ‌های خیلی زیبا ببینم، میبینم ازشون عکس میگیرم، ازشون لذت میبرم، ولی دوباره اونها رو سر جاش میگذارم به خاطر اینکه اگر مثل من گردشگرای زیادی توی این منطقه بیان و هر کدومشون چند تا از این فسیل‌ها رو بردارن و برن، دیگه چیزی در 4-5 سال آینده نمیمونه برای آیندگان، برای گردشگرای دیگه که میان اینجا برای اینکه از دیدن این جاذبه‌ها لذت ببرن. بنابراین هر چیزی رو سر جای خودش قرار میدم و از طبیعت چیزی رو همراه خودم نمیبرم. با اینکه الان تقریبا اواخر پاییز هستیم و باید اینجا خیلی سرد باشه، اما اینطور نیست. الان دمای هوا حدود 22 درجه بالای صفره و هوا فوق العاده مطبوعه. برای همینه که به اینجا میگن گرمسار. گرمسار توی تابستون واقعا خیلی گرم میشه، اما توی پاییز زمستون هواش خیلی مطبوعه و آدم میتونه راحت با یک لباس تابستونی اگر آفتاب بتابه در این منظره زیبا قدم بزنه و عکاسی بکنه. اگر یه عکاس حرفه‌ای رو بیارید اینجا، قطعا مطمئنم که یک ماه میتونه اینجا عکاسی بکنه بدون اینکه یک قاب و یک چهره زیبا از طبیعت رو بخواد اضافی و تکراری عکاسی بکنه، چون انقدر وقتی که نور اینجا میاد، نور بازی میکنه، انقدر چشم‌اندازهای جدیدی رو به آدم نشون میده که آدم میتونه ماها اینجا عکاسی بکنه.
با اینکه روی این کوه ها هیچ گیاهی وجود نداره و همشون از جنس نمک و بعضا آهن و گچ هستش و هیچ چیزی روشون نرویده، هیچ گیاهی روشون نرویده، اما این سادگی با این همه تنوع رنگ اینجا رو خیلی جذاب کرده و آدمو سحر میکنه. خیلی دوست دارم که به سمت اون تپه‌ها برم و روشون قدم بزنم، هم حس بهتری احساس بکنم که خواهم داشت و همین که شاید از اونجا بشه عکسای با دیتیل با جزئیات بهتری رو ثبت بکنم. اما راستش بخواید هم به احترام خودم، هم به احترام مردم ایران و هم به احترام طبیعت سعی میکنم روی اون تپه‌های رنگی اصلا قدم نگذارم، به خاطر اینکه اگر هفته‌ای فقط 100 نفر از این تپه‌های رنگی دیدن بکنن و بیان بازدید بکنن، در طول سال فکر کنین چندین هزار نفر باید روی این تپه ها راه برن برای اینکه بخوان عکاسی بکنن، بخوان حتی شاید اون پایین‌هاش کمپ بزنن و این باعث تخریب گسترده روی این زیبایی ها میشه که من واقعا حیفم میاد. بنابراین سعی میکنم از دور عکاسی بکنم و به هیچ عنوان روی اون تپه‌های رنگی قدم نمیگذارم تا اون چهره زیباش از بین نره. از دورم عکسای خوبی میشه ثبت کرد. ترجیح میدم از دور ازش عکس بگیرم و این زیبایی رو حفظ بکنم برای آیندگانم. بیشک یکی از چیزهایی که باید در زمان بازدید از این کوههای رنگین کمانی رعایت کنیم اینه که روی بافت این کوهها پیاده روی یا موتور سواری نکنیم، چرا که رد پای گردشگران یا رد لاستیک موتورها و دوچرخه بر روی این تپه های زیبا تا سالها باقی میمونه و باعث نابودی چشم‌اندازهای زیبا برای دیگر گردشگران خواهد شد. از دیگر وظایف گردشگران مسئول اینه که زباله هاشون رو به هیچ عنوان در طبیعت کوههای رنگی رها نکنن و روی اونها آتشی روشن نکنن تا چهره زیبای این تپه های رنگین کمانی برای آیندگان و برای گردشگران دیگه زیبا باقی بمونه.
موسیقی.